بس هستی جم. اینطور که تو میخوری گمان نکنم بتوانی خود را برهانی. تو کار خودت را بکن، من هم کار خودم را. بگیر بپن. خوبه. کیسه ها را تونتر همونطور که لغمه در دهان میگذاری. او را میکشی برادر. تو نیاز به کسی داری که توانایی این کار را داشته. من غلام دارم، نه یکی بلکه سه تا دارم. اگر آنان نیز مثل این باشند پول خود را به باد داده ای. بگذاری تو چنین غلامی میخوایی؟ نگاهش کن. من تفاوتی میان او و غلامان خیش نمیبینم. اکنون میبینم. حال چه؟ من خریدارم. من 15 دینار خریدارم. من 20 دینار میدهم. من 24 دینار. من 30 دینار میدهم. خوب گوش کن ببین چه میدونی. تمام کارهای حجره بر عهده توست. اگر از زیر کار فرار کنی از قضا خبری نیست، و اگر مرده خوبی باشی تو را نیکو اربابی خواهد. بس از رفیق، به اندازه یه 3 سکه کار کردی. برفیم. ای کجا میروید؟ سب کن، من دستم به تو نرسد مردک متقلب. میگویم شمردن سکه هم کار سختیست. نه به غیر از من که میتواند جانوری مثل تو را 30 دینار بفروشد؟ قدر خود را بدان، تو پولی بابتت میدهد. وسوسه شدم که واقعا تو را بفروشم. من دیگر از این بازی خسته شدم. نقشه تازه‌ای بکش، فکر تازه‌ای بکن. دیگر توان حمله وار ندارم. زن آخر باید سکه ای بدستم برسن که به تو بدهم یا نه؟ خوب است، این پول را برای خرج خانه میخواهم نه برای خود. خجالت بکش مرد، هر کس تو را نشناسد فکر میکند به نان شبت محتاجی. نخواستی برای من زبان درازی میکنی؟ همین خوب است، سکه ها را بده. سکه ها برای چه؟ اگر نگفتی خسته شده، فکر تازه ای دارم. سلام برادر، عجب حجره زیبایی. هره که سلام، داخل شویدین اجناسی. سب کن مرد، ما برای خرید نیامده ایم، لاغل امروز نه. خیر، مثل این که امروز چیزی کاسب نیست. عجله نکن مرد، اتفاقا امروز کاسبی. در این کیسه 30 سکه تراست که اگر تا فردان را نزد خود به امانت نگهداری، از این 30 سکه 5 سکه از آن تو می شود. ما نیز مانند تو تاجریم و کارمان خرید و فروش است. در این شهر غریبیم و برای خرید آمده ایم. امروز برای کاری به خارج از شهر می رویم. تو خود بهتر می دانی که درست نیست این سکه ها را با خود همراه داشته باشیم. راه زنان همه جا در کمین هست. اگر مایل نیستی اصراری نیست، می رویم نزد کس دیگری. شاید من اشتباه کردم. برویم. نه نه، چرا مایل نباشم؟ پس رسم مهمان نوازی کجا رفته؟ بشمار ببین درستش؟ آری درست است، 30 سکه طلا. پس ما میرویم. داشتم فراموش میکردم بگویم. فقط زمانی پول را میدهی که هر دو نفرمان با هم حاضر باشد. باشد باشد، حتما. گفتی چند سکه سهم من هست؟ 5 سکه. کمک کنید به من عاجز. اگر خسته شده ای این کار هم بد نیست. هر وقت چون او عاجز و ناتوان شدم همان کار را میکنم.
عاجزانه طبعا. به من عاجز کمن. بگیر بخواب، مگر آن خمره چقدر جا دارن؟ باید توان فرار داشته باشم یا نه؟ دیگه فراری در کار نیست ابله. خیلی محترمانه می رویم و پولمان را می گیریم. اگر فردا سکه ها را نداد چه؟ می دهد. آن که من دیدم به خاطر 5 سکه شب را در حجره می خوابد. حال چگونه می خواهی به تنهایی سکه ها را بگیرم؟ تنها نیستم. آن مرد گدا نیز با من است. حال بگذار بخوابم. مرد گدا؟ کمک کنید. به من عاجز ناتوان کمک کنید. ای بابا، تو کسب و کار نداری که سر به سر من میگذاری مردم آزار؟ امروز کسب و کار من تو هستی. اگر این سکه را میخواهی باید برایم کاری انجام دهی. من پول مفت به کسی نمیدهم. چه کاری؟ برخیز برویم تا بگویم. انقدر برای سکه خود را کج و کوله کرده ای که همانطور مانده. تو به درد تجارت نمیخوری، همان شطور دار باشی بهتر است. سلام برادر. علیکم سلام. چیزی برای خرید پیدا کردی؟ آره، همکنون نیز آمدم امانت را گرفته و برادر. ناشد از همراهت کو؟ دیروز که گفتم ما تاجریم، جای میخریم جای دیگر میفروشیم. دیروز در بیابان از این مرد شطور خریدم، رفیقم آنجاست. اما شرطتان این بود که هر وقت هر دو... من خود بهتر از تو شرط را میدانم. گفتم که این مرد صاحب شطوران است، پول را به او بده تا برویم. همراه هم در بیابان چشم به راه من است. تو شطورانت را به این مرد فروخته ای؟ بینال دیگه، مگر تا پول شطرانت را نمیخواهی؟ آنی آنی کو کجاست؟ میافت آشنوست برادر. برادر او مردی بادیه نشین است، حتما تا به حال به اینجا آمده است. این هم 5 سکه. بشمار ببین درست است. آره درست است. آن نوبت توست، برخیز. چه کنم؟ چه کنی؟ برو سکه ها را بگیر. اما چگونه؟ چگونه؟ میروی و میگویی آمدم امانت خود باز ستانم. اما تو که سکه ها را گرفتی؟ آری، اما نباید میداد. شرط من یادت نیست، برخیز. اگر نداد؟ این شهر قاضی دارد، شکایت به نزد قاضی ببر. به نفع ما حکم خواهد داد. چه میگویی مرد؟ من از پیش او میایم. او خود مرا فرستاده تا سکه ها را بگیرم. او خود با صاحب شتران آمد، گفت که تو آنجا مانده ای تا سکه ها را بیاورد. دروغگوی خوبی هم نیستی مرد. اصلا ظاهر ما به شترداران میخورد که خرید و فروش شتر کنیم. اما او امروز صبح اینجا بود با آن مرد شتردار. آبنما شده ای مرد. اصلا ما از شترداری چیزی نمیدانیم. نمیتوانی امانتداری کنی؟ قبول نکن. آن پولها تمام سرمایه ما بود. مسافریم و در این شهر غریب، اما نمیگذاریم تو سکه های ما را با دروغ و نگرانگزان خود کنی. در محکمه مجبوری سکه ها را به ما پس بدهی. محکمه؟ تو را چه به امانت داری مرد؟ امانت داری کجا بود زن؟ گفتن این سکه پیشت باشد، گفتم باشد. همین؟ گفتم 5 سکه طلا هم بابت این کارم میدهن. پس آن 5 سکه کار خود را کرده. من مانده بودم که آن مرد چگونه سکه ها را از تو گرفته. تو خرج خانه را با صد اما و اگر به من میدهی. نش میکنی یا نزن؟ با بودن تو نه به شاکی نیازی از نگاهی. بگذار ببینم چه باید بکنم.
بعد این مرد آمد و سکه را از من طلب کرد. تمام ماجرا همین بود که گفتم. من از کجا باید میدانستم که شریک این مرد دروغ میگوید؟ کدام دروغ مرد؟ او خود مرا به دنبال سکه فرستاد. شرط عقل نبود هر دو برای گرفتن سکه این همه راه را طی کنیم. اصلا او چگونه میتواند در یک زمان در دو جا حضور داشته باشد؟ اما او دیروز صبح اینجا بود. تو شاهدی داری؟ خیر، تنها شاهد آن مرد شتردار است که نمیدانم همکنون در کدام بیابان پی شترانش. به من عاجز کمک کنه. یا سکه های این مرد را میدهی یا به محبس میدهی؟ محبس؟ بابا برایشه، من از کجا سی سکه بیاورم؟ من که گفتم سکه ها را به شریک این مرد دادم. مرد که خسیست. اما شاهدی بر ادعای خود نداری؟ داری؟ تا آنجا که من میدانم تو تاجر توانگری هستی. پس سی سکه بده و خود را برم. سلام علیکم. علیکم السلام. یا السلام. نداشتن شاهد و توانگر بودن دلیلی بر قضاوت ناعادلانه نمیتواند باشد. ماجرای این مرد را همسرش برایم بازگو نمود. شرط شما برای گرفتن سکه ها چه بود؟ شرط این بود که موقع تحویل سکه ها هر دو با هم حاضر شویم. شریکت را نمیبینم. او دیگر کیست؟ اگر باشد هم تفاوتی ندارد. این مرد قصد بازگرداندن سکه ها را ندارد. من شوی خود را به خوبی می شناسم. شاید سکه را بیشتر از اهل و عیالش دوست داشته باشد، اما در امانت خیانت نمی کند. خیانت از این بیشتر که می گوید شریک هم آمده و پول را گرفته؟ من قبول می کنم که سکه های شما را بدهم، اما طبق شرط خودتان. هر وقت هر دو با هم حاضر شدید، آن وقت معلوم می شود این مرد امانتدار خوبی بوده یا نه. آری فهمیدم، حکم همان است که ابوالحسن گفت. چه می گویی مرد؟ این دیگر چه قضاوتی است؟ تو چگونه قاضی هستی؟ اندکی پیش حکم دادی این مرد باید سکه ها را بدهد، حال می گویی حکم این مرد است؟ اصلا او کیست؟ هر کس در آید حرف او را قبول می کنی؟ مگر این شهر چند قاضی دارد؟ منم می گویم این مرد دروغ می گوید. تو حرف مرا قبول می کنی؟ این همان است که می گفتم شریک این مرد او بود که آمد و سکه را گرفت. نگذارید آن نابکار بگریزد. قطعات مردش حق باز. تو چه گفتی؟ او در این شهر نیست. میخواستید مرا فریب دهید. حال سکایت را بگیر. آرام باش مرد، تو نیز مقصری. هر که در امانت داری سهلنگاری کند به خیانت متهم می شود. خدا جزای خیرت دهد یا علی. آری، حرص و طمع این مرد بود که ما را در این گرفتاری افکند. باز شروع نکن. حرص و طمع آدمی را وادار به انجام خطاهای بسیاری می کند. و تو ای قاضی، قضاوت منصب شریفی است، کار پیامبران و اولیاء خداست. قاضی باید هنگام رأی دادن خدا را در نظر داشته باشد و خود را به جای کسی که می‌خواهد درباره او حکم صادر کند قرار دهد. بیا این زود باشید. زودتا. آرسته با صدای حق بازان همین. به چه می‌نگری؟ فکر اینجایش را نکرده بودی نه؟ آنچه فکر مرا به خود مشغول کرده این نیست که چرا و چگونه به دام افتاده. چنان که مرا به دام انداخت از من و تو و آن قاضی ابله بسیار باهوشتر است. فقط در عجبم با وجود چنین مردی مردم این دیار چگونه کس دیگری را به قضاوت برگزیدند. بس است دیگر، بیاین.